به وجود آوردن مغز مینیاتوری در آزمایشگاه. دانشمندان آمریکایی با ایجاد چند مغز مینیاتوری در محیط آزمایشگاه به این نتیجه رسیدند که آنها پس از گذشت 20 ماه بسیار شبیه به مغز انسان رشد و توسعه پیدا کردند. دانشمندان با قرار دادن مواد شیمیایی مخصوص در کنار سلول‌های بنیادی باعث شدند این سلول‌ها به انواع مختلف سلول‌های مغزی تبدیل شوند و در نهایت یک مغز مینیاتوری به وجود آید. این مغزها علاوه بر داشتن رگ‌های خونی، سیگنال‌های الکتریکی شبیه به سیگنال‌های تولید شده در مغز نوزادان نیز تولید می‌کنند. این مغز مینیاتوری به عنوان یک ابزار تحقیقاتی برای بررسی اختلالاتی مانند سر، اوتیسم و اسکیزوفرنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقی جدید درباره نگرش افراطی. طبق مطالعه جدید، افرادی که از نگرش‌ها یا طرز فکرهای افراطی حمایت می‌کنند، توانایی ضعیفی در انجام فرآیندهای پیچیده ذهنی دارند. در این مطالعه 330 فرد بین 22 تا 63 سال در طول دو هفته توسط محققان دانشگاه کمبریج مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی ها شامل انجام تست های روانشناسی مانند به خاطر سپردن تصاویر و پاسخ به پرسشنامه ها بود. نتایج این تحقیق مشخص کرد افراد دارای نگرش های افراطی هنگام مواجهه با مسائل پیچیده که نیازمند بررسی های دقیق تر خود فرد است دچار مشکل می شوند. به همین دلیل این افراد به طرز فکرهای افراطی درباره مسائل پیچیده روی می آورند تا آن مسئله را به شکل ساده ای برای خود توضیح دهند و درک کنند. پیش بینی زود هنگام سکته مغزی و حملات قلبی. محققان آلمانی برای پیشبینی زود هنگام سکته مغزی و حملات قلبی در حال استفاده از سیستم‌های راداری بی‌سیم هستند. این محققان با توسعه حسگرهای فوق حساس سیستم‌های راداری برای بررسی وضعیت پزشکی می‌توانند ضربان قلب و تنفس افراد دارای این سیستم را به طور مداوم مورد بررسی قرار دهند. این سیستم راداری می‌تواند وضعیت پزشکی را بدون نیاز به حضور فرد در مکانی خاص و از راه دور به دستگاه‌های دریافت کننده ارسال کند تا پزشک به طور مداوم از حال بیمار خود مطلع شود. طبق اعلام این محققان، سیستم یاد شده می‌تواند بروز سکته مغزی و حملات قلبی را 4 روز زودتر پیش‌بینی کند. بررسی تأثیرات جابجا شدن قطب‌های مغناطیسی زمین در گذشته. در مطالعه جدید مشخص شده جابجایی و معکوس شدن قطب‌های مغناطیسی کره زمین در حدود 42,000 سال قبل منجر به ایجاد بحران‌های زیست محیطی و بروز انقراض‌های گسترده در آن دوره شده است. دانشمندان با مطالعه فسیل‌های 4 درخت باستانی در نیوزلند به تأثیرات این جابجایی پی بردند. به دلیل معکوس شدن قطب‌های مغناطیسی زمین، الگوهای آب و هوایی تغییر پیدا کرد و در نتیجه مقادیر هیدروژن و نیتروژن اکسید که باعث از بین رفتن لایه اوزون می شوند در اتمسفر افزایش یافت. با از بین رفتن لایه اوزون و افزایش اشعه های فرابنفش در زمین، الگوهای آب و هوایی نیز به شدت تغییر کردند که منجر به انقراض گسترده گونه های جانوری و گیاهی در آن زمان شد. کشف راز سالم ماندن ارتش سفالین چین. پس از گذشت بیش از 2000 سال از زمان ساخت ارتش سفالین چین، دانشمندان علت سالم ماندن مجسمه سربازان و سلاح‌های آنان را کشف کردند. ارتش سفالین که در سال 1971 در شهر شیان چین کشف شد، شامل مجسمه‌هایی از 8000 سرباز، 130 عرابه، 529 اسب و 150 اسب سوار است. این مجسمه ها در فاصله 1.5 کیلومتری مقبره چین شیهوان، اولین امپراتور چین که در سال 221 پیش از میلاد این سرزمین را متحد کرد، مدفون شده بودند. دانشمندان با بررسی خاکی که این مجسمه های مشهور در آن دفن شده بودند، پی بردند که ترکیبی از برنز با درصد قلعه بالا و خاکی مخصوص که این سربازها در آن دفن شده بودند، علت سالم ماندن این مجسمه های تاریخی است.